باشه. سلام علیکم اومده؟ نه نیستم. زنده یه چیزی بهت بگم؟ چونه؟ ارسطو رو دیدم. نه بابا. کجا؟ رو پل. صبح که داشتم میرفتم مدرسه با یه دختره داشتم با هم دیگه صحبت میکرد. دختره رو نشناختی؟ شناختم. تاره دختر محمود نقاش. شن کجاش دختره؟ هم دوتایی بودن؟ آره دوتایی بودن. هیچ که دیگه نبود باشون؟ نه نه بودن. وا چی شده؟ چی؟ چرا گریه میکنی؟ هیچی آقا خوبم. چیه؟ هیچی نیست. خوبم آقا. عزیزم بابات بابام چیزی شده؟ بابا بیا برو تو. کمی حالش خوب نبود الان دیگه بهتر. بیا بیا برو تخم مرغ زدن بشین بخورم. بس تخم مرغ ماکرونی چی شد؟ طلبت آقا. آقا جان. جانم. چطوره؟ خوبه. ولی فعلا شما داخل نرید. بس. آبجی هم بگو. گوش کن. این بهروز اومده میگه ارسطو رو دیده. ارسطوره؟ کجا دیده؟ میگه رو پل داشتن به دختر محمود نقاش حرف میزن. تو تاره تاته؟ آره همون. من پوسته اینه میکنم اما من اینه بگه. سب کن سب کن. صبح که داشته میرفته مدرسه دیده. میخوا از قفص پرید. یا بید. جانم ببود. اینه بگی. اینه بگی. ببین کی در میزنه. سلام. منزل آقای بهبود فریبا؟ چی شده؟ بله. نگران نباشی. شرمنده، همسایه‌ها شکایت کردن. ظاهرا مشکوکم به بیماری. یعنی چی من نمی‌فهمم؟ شما بی‌زحمت بگین خودشون بیاد ما برای خودشون توضیح میدیم. مسئله سلامت شهر استان در میونه. ما هم اینجا حضور داریم که در خدمت خودتون باشیم. وگرنه مشکل خاصی نیست. وای، من نمی‌فهمم. نگران نباشی. این چی سر وضعیه بس. لطفاً آقای فریبا رو صدا کنید. آقا جان. نبی. داداش داداش پلیس 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 چی؟ اومده سرکار جان به حضرت عباس من بیگناهم شما با پسرخاله منو بگیرین من نمیخوام فرار کنم نمیخوام کاری بکنم شما دو روز به من فرصت بدین من اینو خدوسه میگیرم یا نه تعبیر شما میدم شما الان وردن مواد با آرد بیاری برای من قابل تشخیص نه یه دقیقه گوش بده با تو کاری ندارن که اینا دنبال آمبولانس اومدن دنبال بهبود میخواد ببرنش بیمارستان آمبولانس چی بهبود چی آقا بهبود فریبا شوهر منه ما مزاحمتی برای کسی داشتیم که اما شکایت کرده اصلا شوهر من صبح تا غروب همینجا اینجا خوابیده اینجا افتاده بیم ببینیم مشکل نیست خواهر من میبریم چند تا آزمایش انجام میدیم برش میگرده آخه اصلا مریضش عصبیه ربطی به کرونا و سارس و ابولا و اینا نداره که این شایعه رو من نمیدونم که برای سارس کرده اصلا شوهر من اون روزی که اومد تو فرودگاه این قرنطینه کردن بله. آزمایش کردن پروندهش هست بریم ببینیم موقع ورودشون به کشور اصلا کرونا شناخته شده نبود الان با توجه به اینکه بدازگی از کشور دیگه اومدن نیازه که یه چند روزی تو بیمارستان باشن برای آزمایش انشالله که نتیجه منفی باشه بقیه هم باید برای آزمایش برن ما برای چی باید بریم داداشم ما اصلا اینجا کاری نداریم ارتباطی نداریم منزل خواهر منه ما یه تحفه اومدیم می‌خواستیم برگردیم نه نشستی نه برخاستی نه دیدی بوسی نه چیزی خوردی خوراکی اصلا میکروب فرصت نکرده منتقل بشه داداش من بریم مامان جان بریم آخه اینا دارن یه آقا بهبود فریبا شوهر منه دیگه هر جایی نمیبریم من با شما میام آقا بفرمایید اینه بهبود اینه بهبود فریبان منم آقا بیاین من دستمند بزنین ببرین آقا من سارس دارم ایبولا دارم ایگز دارم هپاتیت دارم اصلا کرونا رو من وارد کردم آقا بیاین من دستمند بزنین ببرین بیاین منو ببرین آقا بهبود این چه حرفیه میزنی این اعصاب اعصابش خورده ریخته به هم یه چیزی پرت و پلا میگه برای سرش دعواش شده الان عصبی علیکی میگه عصبی شده وایش من از شما دارم من هر گورستونی میخوان ببرین آقا علیکی میگه بریزین تو دریا نریزین آقا اون آبزی هم میمیرن من خاک کنین آهک بدین رو من دیگه گلوگی هم در نگه سب کن 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 سب کن